فوتبالیست ها. نیمه اول مسابقه به سود تیم هلند پایان رسید. تا دو دقیقه دیگه نیمه دوم مسابقه شروع خواهد شد. زیر بارگاه سختی در پیش داریم. سرمربی باید بفهمه مشکل کجاست. قوی باشید بچه ها، تیم ما هنوز 45 دقیقه وقت داره. قوی باشید. یه کاری بکن پسرم، من کاملا مطمئنم که تو شکست نمیخوری. اصلا مایوس نشی بچه ها، نتیجه اینجور باقی نمیمونه. سرمربی قبل از شروع نیمه دوم حرفای دیگه ای برای گفتن داره. با سوت داور حمله رو شروع میکنه. خط میانی وظیفه داره خط حمله رو پشتیبانی کنه و توپای سریع به اونا برسونه. میدونم که اونا برای بیشتر شدن گلاشون تلاش خواهند کرد. به خاطر همین تصمیم گرفتم با نیروی جدید تیمو تقویت کنم. میزوگی جایگزین گیتارو میشه. میزوگی آماده باش. چشم. بازیکنای خط میانی زیاد در منطقه دفاع باقی نمونه. عقب نشینی شما تیم حریف رو برای حمله تشویق میکنه. اگه توپو به من برسونیم میتونم نتیجه بازی رو تغییر بدم. درسته. یادتون نره که تغییر نتیجه بستگی به اجرای نقشمون داره بچه ها. ما تلاشمون رو بیشتر میکنیم و به شکل دیگه ای ظاهر میشیم. هزاران نفر برای تشویق ما به اینجا اومدن. اونا ناکام بر نمیگردن. نیمه دوم از آن ما خواهد بود. زود باشید بچه ها. به چیزی جز پیروزی فکر نکنید. فقط پیروزی. زنده باد تیم ملی ژاپن. داستان شکستن دفاع هلند. با چند لحظه دیگه نیمه دوم شروع میشه. به نظر میرسه سرمربی در بین دو نیمه یه تغییر در ترکیب تیم ایجاد کرده. میزوگی به جای گیتار رو بازی میکنه. اما سرمربی تیم ملی هلند هیچ کدوم از بازیکناش رو تغییر نداده. داور آماده میشه. خیلی خوبه سوباسا. هدفی که توپ به ویلیام میرسه اونو حتما خودش میکنه. با سرعت پیش جلو. تو درست مثل نیمه اول از همه طرف فاصله شده. اما حالا موفق شد راه بریدی پیدا کنه. پاکرو پاکرو پاس میده. رنو الان نوبت توه. باور کردنی نیست. رنو در ابتدای نیمه دوم ما شاهد حرکت سریع تیم ملی خودمون هستیم. آرو دو تا از بازیکنان حریف رو پشت سر میذاره. آفرین بازیکنان خط میانی رو دیریم بکنه. سوباسا همونطور که گفتی این نیمه از آن ما خواهد. زود باشید بازیکن هلندی به پای شهر رو میزنه. برای انگار داور متوجه خطا نمیشه. زود باشید حملمون رو شروع میکنید. چهار تا از بازیکنان هلندی دارن به سمت دروازه. رنو بیا دنبالم. آلبرتو، رنو محضر رو محضر میداره. عجله کن آلبرتو، رو بیشم بکنی بدم. نه، به اتون اجازه نمیشم. آماده باش. آماده حالا آماده منه. میزوگی نقشه این جامل بید تره زیرکانی یکی از شدت حمله تیم هلند خواهد خواست. موفق شدم. آفرین میزوگی، کارت عالی بود پسر. میزوگی تو همیشه طراح کارهای تیم بودی و هستی. تو بهترین کسی هستی که میتونه برای به دام انداختن حریف در کمند آفساید برنامه ریزی کنه. ازت ممنون. ضربه آزاد به نفع تیم ما. کاکر الان نوبت توه. میزوگی زود باش. حالا کاکرو مواظب باش. به نظر میرسه کاکرو دچار مشکل شده. نظر جا سکون نمیکنه. الان وقتشه، باید گل بزنم. ویلیام الان به سونت میدم. ویلیام من کاکرو با همدیگه رو در رو میشن. کاکرو ویلیام حالا میبینی؟ حسرت حکرو و ویلیام
هکرو مواظب باش. هکرو دیگه خیلی جلو اومد. چی شد؟ هکرو بیامو پرید داشت سوبت هم خواست. هنوز مبارزی ما تموم نشده، به زودی کارو تموم بکنم. بیام حالا میبینید. دفعه گل پیکر تیم هلند در کمینش ایستاده. مگه میشه؟ آلیه سوباس و هکرو آغازگری خوبی دارن. ویلیام نمیذارم. ویلیام هکرو سوباس شوت میکنه. در موقعیت خوبی برای به خطر انداختن در بازی هلند به هچ اجازه نمیدم. آیا سوباس هم سوباسو تونست اونو بگیری؟ اولین باره که پورتو در این مسابقه امتحانشو درست پس داد. اون ثابت کرد که اونم دروازه‌بان خوبیه و دست کمی از بازی نداره. باورم نمیشه، فرصت بزرگی رو از دست داد. تو به حال دروازه‌بان خوبی مثل اون ندیده بودی. انگار یادت رفته بعد کدوم تیمو تشویق کنی. آره ببخش. اشکالی نداره پسرم، دوباره فرصت دیگه ای نصیبت میشه، مطمئن. خدایی من تیم ما با آوردن میزاگی خط دفاعی خودشو تنبیت میکنه. میزاگی آیا خواهد تونه جلوی پیشامی تیم هلندو بگیرن؟ چی شده میکامی؟ داره وقت میگذره ولی از تیممون اونطور که باید و شاید چیزی ندیدیم. چه کار باید بکنیم؟ از شما خواستم قضاوت کردن رو بذارید واسه یه آخر بازی. اکثر بازیکنان خط دفاع به بازیکنان خط میانی پیوستن. اونا میخوان قبل از اینکه خطر به دروازه‌مون برسه اونو دور کنن. بیشک باشید، میدونم شما میتونید دیوار محکم هلند رو در هم بشکنید. بردبار باشید، زود باشید، حرکت کنید، گل تساوی رو بزنید، حمله کنید بچه ها. ما در خط میانی مساوی هستیم، الان به یه قدرت تهاجمی نیاز داریم. جتسو خودتو برای شرکت در بازی آماده کن. باشه، من آمادم سرمربی. من کاملا آمادگی دارم. ممنونم جتسو، منتظرت بودم. ممنونم، به من اعتماد داشته باش. زود باش جتسو. باشه، نمیتونم جلوی منو بگیرم، اما اشکالی نه، بذار سعی خودش رو بکنم. بیست دقیقه منتظر این لحظه بودم، بهشون اجازه نمیدم آرزوم رو از بین ببرم. نوبت تو تموم شد بچه ی مزاحم. از جلان برو کنار. این کارو نمی کنم. اشکال نده. مهاجم هلندی از دست حریف خودش خلاص میشه. بچه از این درس عبرت بگی. جتسو توپو نگر. محاله واقعا عجیبه، فکر میکنی این کار تصادفی صورت گرفته؟ هی بچه، حالا بهتر از این کار درس عبرت بگی. فهمیدی؟
با من رو در رو میشی؟ خب برا خیلی ممنون جتسو. جتسو به خط عمله ملحب میشه. بازیکن جدیدیه ولی به سرعت تونست نگاه ها رو بفرجه خودش بکنه. بازیکنهای هلندی به سختی میتونن اونو زیر نظر ببینن. آفرین جتسو، ما به بازیکن سریع مثل تو نیستیم. تو تنها وسیلی از بین بردن آرزوهاشون هستی. مربی تیم ملی ما با این انتخاب خودش همه رو شکر کرد. یه بازیکن سریع در وقتی مناسب باشه زمین کنه کامل به هلند رو زمین گیر کنه. بازیکن خط دفاعی هلند از حرکات عجیب غریبه جنس و شگفت زده شده. مثل شهاب پیشگیره و پافشاریش خط و بند نمیشه. سرعت و بخواستایی داره. به کامل چون پاس جتو زودش بلند شد. باشه سوپاسا نتسون از این دروازه این سوالت هم میشیدن جتو بگیر زود باشید جراشون رو بگیرید پس سریع سریع برید و باز کن سوپاسا جتو در جریانه همچنان در هوا داره چرخ میشونه آیا جتو سوپا بودن یا نه آفرین اون در نقطه مناسبی برای پاس دادن قرار گرفته حالا پاکه رو خودش رو جلو میکنید نه چون نه بازی کنه خط دفاع فازان خودش میکنه جنسو داشت فرصت واقعا فراهم نما دوست دارم دعوت نوبت ماست چون باشید تعمیمش کنید جتسون دیگه وقت زیادی به پایان بازی باقی نمونده آیا نتیجه کماکان یک بر صفر خواهد شد خیلی عجیبه گل تساوی رو نزدم درسته به نظر میرسه نتیجه به نفع اونا باقی بمونه مگه نه زود باشید حرکت کنید بچه ها سوباسو بی خود سعی نکن سخته بتونی گل بزنی تو با ویلیام میرسی ویلیام وقت داره تمام میشه زود باشی بی خود سعی نکنی حالا جلوتو میگیرم ای خوشکار از این ارگاهی تو هم نتونست به ویلیام رو بگیره فرصت خطرناکی در برابر دروازه ما پیش اومده باکی جتسو کارت عالی بود دوست من من حالم خوبه ولی صورتم از شرم تو سرخ شده باور کردم زود باش برید شروع باشه زود باشید برید شروع دنیان اتفادایی در مرکز زمین هسته سوباس هم از پارو بیفایده هست الو وقت ابو بشه قبل اینکه بتونن گل بزنن ببینم تو چرا انقدر ناامیدی فقط یه دقیقه به پایان بازی باقی پس بهتره تا پایان بازی ساکت بمونی میشه ازم میخوای ساکت باشم این آخرین فرصت تارو آماده باش بدن اعتماد داشته باش حرکت عالی تارو خوبی تونست بازی کنه اولا دیرو پنیر بده از که توپا عوض کنه حالا جدا میده از توپا به دست میده فرصت خوبیه در بازه در برمان اوز باز کنه بسا توپا
باید چه روشو بگیم؟ ادامه بده میلیان، اما در چیز رو پیش همدونو بگیره. از من نمیتونی رنشی چی؟ ستاره یه تیم ما از هر کده من شروع خودش استفاده کنم برای سوپر جان. سوپر جان کامی، انتخاب خوبی داشتی. ما را ببخش که در ابتدا باهات مخالفت میکردی. اشکالی نداره آقای مودی، من مطمئن بودم. بازی امروز اولین گام بود. آقایون خوب به حرفام گوش کنید. ما باید به حمایت خودمون از این بچه ها ادامه بدیم تا بتونن به نتایج درخشانتری برسن. بلند شو دوست من، باید به ابراز احساسات مردم جواب بدیم. حتما. آفرین. هنوز چیزی ندیدی. بازیکن مغروریت. برای اشکال نه، در هر صورت شایسته تقدیر و ستایش هست. با پافشاری و شوت‌های محکمت همه رو شگفت زده. به زودی هم دیگر خواهیم. حتما در ایتالیا. ما میخواستیم بازی یک طرفه باشه، ولی این بچه ها به ما درسی دادن که تو آخر عمر فراموش نکنیم. کاکرو، سوباسا، باکیت، ماتسویا و هیدو و همچنین جتسا، شما امروز ستاره های زمین بودین. سعی کنین این حالت رو حفظ کنین، چون که آینده فوتبال کشور ما به ادامه تلاش شما بستگی داره. من بهت افتخار میکنم سوپسا، جام جهانی در راه، تو بزرگترین ستاره این جام خواهی. ما فقط به تساوی رسیدیم، ولی کاری که کردیم یه پیروزی نبود. تو چی گفتی؟ همین که گفتم. یادتون باشه که ما میخوایم جام جهانی رو ببریم. تساوی با آرزوی ما تحقق نمیبخشه. ما فقط باید پیروز بشیم. باید این مسابقه رو فراموش کنیم.
هیچ کس انکار نمی‌کنه که رویارویی ما با تیم هلند سخت‌ترین مسابقه‌ای بوده که تا به حال داشتیم. اما اعتراف می‌کنم که تساوی در آخرین لحظات ما را به جام جهانی نخواهد رسوند. چون که تیم‌های ملی زیادی در این جام شرکت دارند. بدون شک ما با تیم‌های قوی‌تر از تیم هلند روبرو خواهیم شد. دوستان، روزهای کسب آمادگی به سرعت دارن سپری می‌شن. چطور می‌تونیم از دیدار قبلی استفاده کنیم و بازیکنان در مورد نتیجه چه خواهند گفت؟ با ما همراه باشید تا بفهمیم. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.